سلام به همه بچه های ساکر پادکست امیدوارم که حال همتون خوب باشه اومدیم یه آپدیتی کنیم شما رو از اخبار بارسلونا رال برای کسایی که تازه ما رو میبینن ما راجع فوتبال اروپا صحبت میکنیم اگه دوستای ما رو سابسکرایب کنین علامت زنگوله رو بزنین ما هر موقع لایو ریاکشن به بازی حساس بیایم خودتون خبردار میشین عطا رو داریم عطا برو بریم راجع به این قضیه صحبت کنیم ببینیم چیه داستان یه سه چهار تا خبر اومدم راجع به رالم بارسا ما اول که آره به رسم ادب سلام کنم به همه بچه امیدوارم که حالتون خوب باشه حالت هم خوب باشه سروشان بچه هم که لایک <استم> و کامنت و ساب و هم که دیگه حفظن دیگه ما دیگه نیازی نیست بگیم آره. خب با چی شروع کنیم؟ از اخبار رال شروع کنیم این سری بعد یواش یواش به اخبار بارسلونا میرسیم سه تا خبر راجه به رال منتشر شد که اول با اولویت ضعیفترین رو شروع میکنیم یک پیوستن و مهندس به مادریده که حالا خیلی ها معتقدن که گزینه خیلی خوبیه برای دفاع راستشون دفاع راستش هم خیلی وقت اونجا کارواخال دیگه فرطوت شد انقدر جام برد و نمیدونم دیگه میدونی اصلا دیگه انگیزم نه خیلی خوب بازی میکنه بازم یعنی بعضی جا حتی گله حساس هم براشون زده ولی دیگه وقتشه که دیگه اون جناح یه جان تازه بگیره دیگه مثل خط که دیگه کلی اشتباه میکنن با این جووناشون گزینه بعدی نیست ولی میگن که لحاظ دفاعی رو شک دارن تو نظر چی هست؟ همین من خیلی سوسا هم رو فریم پوینت حالا نه حالا واسه رال مخصوصا اتفاقا واسه رال به خاطر اینکه اونورا دارن آلفونسو دیویس رو میگیرن به نظرم تو یه سری سیستم های خاص جواب میده فریم پوینت تو سیستم هایی که حالا مخصوصا سه دفعه بشه مثلا مدلی که آنتونیو کنته از ویکتور موزه مثلا بازی میگرفت اونجوری تو اون سیستم ها به فریم پوینت جواب میده و رئال بعد به نظرم یا سمت راستش رو یه دفاع راست حالا به نسبت دفاعی تر بگیره یا حالا سمت چپش نراسه رو قال پونسو به نظرم اگه اینجوری بخوام کار کنه حالا جلوشون هم یه سری بازیکن مثلا امباپه اضافه بشه خب بازیکنه که خیلی پرس نمیکنه و مثلا سمت چپ و راستشون هم بازیکنه باشه که برن و برنگردن نگردن مثلا وظیفه بازیکنه مثل والورده و کاموینگا رو خیلی زیاد میکنه طبیعتا انرژی بیشتری ازشون میگیره خستهشون میکنه وسط زمین رو از دست میدن پشت سر اون دوتا بازیکن خالی میمونه و به نظرم باید اینا رو در نظر بگیره و من فریمپونگو خیلی گزینه خوبی و رئال نمیبینم ولی خیلی گزینه خاص دیگه هم یعنی تو مارکت نیست واسه دفاع راست مثلا کی بهشون لینک شه مثلا آه. که ببین خب یه مدت که خیلی ریس جیمز بود ریس جیمز خیلی حالا فول بک با بالانس خیلی از لحاظ تدافعی خوب نزدیک کایل واکر تقریبا من همیشه آرنولد هم بهشون لینک شده بود اون این که هیچ دیگه اون اون باز فریم پونگ برام کامنت کنن برام کامنت کن بگن کیو دوست دارن تو پست دفاع راست اولا فریم خوبه یا نه اگه نکی نه حالا آرنولد پریس جیمز یا هر کس دیگه برام کامنت کن حکیم اشرف هم به نظرم گزینه بعد هم میتونه برگرده اشرف مخلوقات برگرده بر. به باشگاه دوران تو فولیاتون بعد ارزم وجود خبر دوم خبر دوم اینه که خیلی از بچه های رال توی رخکن معتقدن که جاوی آلونسو مربی بعدیه و این حالا یکم به فریم پونگ هم رفت پیدا میکنه که اگه امسال مثلا فریم پونگ انتقال پیدا نکنه سال بعد با جاوی آلونسو بیاد خیلی هم میگن بعد آنجلوتی اصلا جاوی آلونسو برای همین مونده لورکوزن که سال بعد بخواد بیاد رئال چون واقعا الان نیمکت لیورپول یه کمی نیمکت سختیه به نظرم بعد از رفتن یورگن کلوب بایرن به نظرم خیلی اوکی بود براش ولی خب اگه انتخابش رئاله خب به نظر منم رئال چالش باحال تا بایر مونیخ مثلا تو لیگ خب یه کمی رقیبش بیشتره و در صورت خیلی هم معتقدن که بعد آنجلوتی ژابی آلونسو میاد حالا تو یه کمی بدشانسی را نمیدونی یک جورایی اینکه الان آنجلوتی یه مربی که مثلا دو سه سال دیگه داره دیگه تش حالا مثلا بره یه تیم ملی هم تش بگیره بعدش ولی م... الان مثلا اگه الان آنجلوتی این فصل میرفت که قرار بود بره و مربی تیم ملی بردش اگه میرفت و آلونسو میومد خب یک آینده شاید درخشان تری بود براشون حالا راجع به تمام این صحبت هایی که من گفتم نظر تو بگو من حالا اول که با حرفت مخالفم به نظرم چه از حالا سمت بوده که جابی بیالون... یعنی رال بود به نظرم الان وجود کارلتو خیلی مفیدتره به خاطر بازی که در مثلا اندریک فسته باید اضافه شه وجود کارلتو به نظرم خیلی بهتره براش تا مثلا جابیالون که خودش با, با مربی بی تجربه ایه و به نظرم فعلا تو این اسکواد جوان رئال یکی دو سال دیگه کارلتو اگه بمونه به نظرم خیلی بیشتر بهشون کمک میکنه خیلی کمک میتونه بکنه که امباپه بیاد اخت بشه و راجب جابی هم جا به نظرم تصمیم کاملا درستی گرفت یعنی برخلاف حالا اکثر مربیا که سریع تا یه فصل نتیجه میگیرن تو یه تیم دیگه سریع میخوان برگردن باشگاه نمیدونم که توش فوتبال بازی میکردن سریع برن تیم رو نجات بدن سری برن مربی اون تیم بشن تصمیم گرفت خب بمونه به نظرم تصمیم عاقلانه آق... ای گرفت خیلی هم خوبه چون, چون جناب اولا... تجربه میکنه به عنوان مربی آره مثلا. آره با این تیمی که خودش ساخته میتونه اولاً بره چمپیونز بازی کنه و اونجا هم کسب تجربه کنه و به نظرم میتونه حیف بشه جابی آلونسو اگه این فصل میومد رئال چون نمیخوام اصلا ببرم زیر سوال ولی خیلی شرایط هم واسهش مهیا بود به نظرم جابی آلون سوالو برعکس بقیه مربیای جوونی که حالا اومدن توی اروپا اسکواد بدی داشتن یا تیمه خیلی تو شرایط بدی بود لورکوزن حالا میگم اسکواد خوبی داشت حداقل به نظرم همون بونی فیس نیست مثلا پاتریک شیک میاد این فصل همین ایگلسیاس رو گرفتن سه تا مهاجم که خوب دارن همون فریمپون گریمالدو سه تا دفاع وسط خوب دارن ویرس و اسکواد خوب آره خوبی داره دارم دارم از از که... بود به نظرم شرط واسه اگه می اومد شاید نه... و نمیتونست با این بازیکن بزرگ کار کنه حیف میشد اما آره من منظورم اینه که من از این جهت که پیره و نیمکت مثلا دیدی یه موقع نیمکت سری تیما اشغاله مثلا و اون سال اون مربی نمیتونه بیاد اونجا و هیچ موقع دیگه به اونجا مثلا نه که هیچ موقع دیگه نمیرسه ولی منظورم که شاید اصلا سرنو... سرنوشت عوض شد مثلا رفتش بایر با مونیخ مثلا اونجا موندگار شد رفت لیورپول میگم یعنی از این جهت شاید یه کمی به نفع رئال بود حالا باز بچه‌ها برام راجع به این زمینم کامنت کنم و خبر سوم که خبر کوتاه و خبر تکراری و خبریه که داغ بازم هستش اینه که امباپه گفتن که 99 و 99 و 9 دیگه با رئال قرارداد میمنده فکر می‌کنم کی بود دوباره گفته بود مگه اگه با باپه بودم به آرسنال میرفتم برام کامنت کنید من واقعا یادم رفت یه, یه مسابقه یکی از این های قدیمی بود بازیکن معروفی هم بود یادم رفت تو نظر رو جمعه دلیلی ذکر نکرده احتمالا احتمالا داستانش این که بره مثلا جای تیریا الان که آرسنال رو فرمان بره جای تیریان ریو و افتخارات پریمیر لیگشون رو بالاخره دوران خوبی داشتن یعنی دو سه فصل قهرمان شد دو سه فصل هم تو کورس قهرمان جلو سر الکس باختن دیگه به 6 7 سال خوب داشتن تو لیگ ولی اه... چی داشتم میگفتم نظرت راجع به امباپه بگو آها میاد نمیاد قطعی را امباپه که آه... امباپه که تموم شده اصلا به نظرم بحث کردن راجع به اومدنش بی‌معنیه من سوالی ازت بپرسم الان به نظرت رئال اگه مجبور به فروش یه نفر بشه چون رودریگو ببین من یه نظر با دارم باید بفروشه به نظرم باید بفروشه من مخالفم من باید وینیسیوس رو به نظرم بفروشه من به نظرم رودریگو هر وقت فنی خب تو تو فنی نه بگم. فنی من من بگو آخه وینیسیوس لباس میفروشه دیگه توضیح اضافه ندارم امباپه میفروشه دیگه الان چرا دور جفتشون به چقدر بفروشه دارم. هر هی همیشه هیچ پول کم هیچ هر چه پولت بیشتر شد مدیر باشگاه باشی همیشه خوشحال میشی به نظرم هر کاری م... آخران... بگو ببین فوتبالیش هم خب باید نگاه کرد ببین الان یعنی راول بالای زمینش ببین الان یعنی اندریک داره اضافه میشه سه تا بازیکن دارن که وینیسیوس ببین جو سمت چپ که نمیتونه جای بازیکن رو که نداریم فقط سمت بب. چپ میتونه بندازه الله و خط بره امباپه دوست داره سمت چپ بازی کنه رودریگو بهترین پوز بهترین عمل کردش و سمت چپ داره با این سه تا بازیکن آقا بالاخره یه جایی به هم نمیرسن تو اون رخگنه یه چی همی... به هم ریختگی ایجاد میشه آره ولی هر نیست هم... مثلا سه بفروشه صرفا اینطوری نیست مثلا دارم بهت میگم نیمار مسی سواره زمان انریکه که اول پس انریکه میخواست اخراج شه نمیتونست بازی بگیره انریکه که سوارز رو میذاش وینگ چپ مسی رو میذاش فالس نای اه... نیمار رو میذاش راست بعد عوض کرد آقا غلط کردیم نیمار میره چپ مسی میره راست راست میگه میره راست سوارز میاد اونجا وسط بازی میکنه سنتر فوروارد تاکتیک عوض یعنی که شاید بتونم با همه آنجلوتی که میگی خب بالاخره باقالی که نیستش اونجا آه. اون وزیفش اینه که اینا رو همون کنه دیگه حالا بچه برام کامل آخه میدونی من به نظرم به عنوان یه مثلا کار پیشگیرنده وینیسیوس اگه فروش بره به نظرم کار بهتریه چون من نمیبینم که وینیسیوس پنج سال دیگه یه آدم بی باشه که داره فوتبالش دا وینیسیوس... رو ندارم میکنه فنیش نداره و الان هره که امباپه داره میاد به نظرم بهترین فرصتشون وینیسیوس از اسمی رو چه میگم مطبوعات خیلی بالا گل و پاس گل زیادی میده زیر 120 میلیون فروش نمیره به نظرم بهترین فرصته که ازش استفاده کنن و نمیدونم بچه رو کامنت کنن بچه ها برامون کامنت کن نظرشون راجع به قضیه چیه بریم سراغ اخبار بارسلون تیم خودمون که اینجا دیگه تو بیشتر صحبت کنی که این برامون راجع به جوو کانسلو و برناردو سیلوا اگه میتونین صحبت کن خب ببین ژوآو کانسلو که موضع خودش مشخصه دوست داره بمونه تو بارسا هفته 38 بار مصاحبه میکنه و اینو میگه و خب سیتی 50 میلیون میخواد خب مبلغ زیادیه واسه یه بازیکن سی ساله و بارسا طبیعتا این مبلغ رو نمیده هم ما دستمون بس اصلا پول زیادی واسه یه بازیکن با همچین سنی و یه چیزی که خیلی کمک میکنه مثل سایر حالا انتقالایی که تو این چند سال انجام دادیم اینه که خود بازیکن دوست داره تو بارسا بمونه و مثل همون اتفاقی که پارسال افتاد پارسال هم بایرن خیلی میخواستش باشگاه عرب... عربستانی میخواستنش آرسنال میخواستش ولی خب چون خودش دوست داشت به بارسا بازی کنه سیتی مجبور شد که قرضش بده به بارسا و احتمالا امسال هم از همین سیستم استفاده میکنن حالا بارسا دو تا راه داره یا احتمالا قرضی با آپشن خرید اجباری دیگه این فصل چون پارسال هم قرار بود بنده خرید اجباری 25 میلیونی داشته باشه به شرط صعود به یک هشتم چمپیونز دیگ. ولی خب به خاطر سقف قرارداد نشد و خب یکی اینه که آپشن سی میلیونی بذارن و اجباری یکی هم اینه که خب بخرنش دیگه سی میلیون پولش رو بدن و بخرن و حالا خبری که اسپورت زده بود این بود که خب خیلی خوب داره پیش میره و احتمالش هست که قبل یورو بسته شه معامله و حالا کانسلو چه قرضی چه دائمی بازیکن بارسا باشه واسه فست آینده راجب کلا روابط آره آره خب به هر حال مدیریت آره سیتی قبلا همون چی میگن مدیریت موفق دوران پپ گوردیولا بوده خیلی با لاپورتا دوستن همه چی که بگرسین یعنی و اینا همه تو کادر لاپورتا بود و برنارد برناردو سیلوا هم که خب برناردو سیلوا طبق معمول هر سال میخواد از سیتی جدا بشه حالا به خاطر آب و هوا و این داستانا که اصلا بابا میل خودشو خانومش نیست میخواد که جدا شه از دیگه رومانو گفته بود این سری فکر میکنم آره رومانو گفت که یه بند فسخ پنجا میلیونی داره تو قراردادش پنجا میلیون پوند که مثلا پنجا و هشت میلیون یورو میشه و خب خودش خیلی علاقه داره بیاد بارسا جو فیلیکس هم دو سه روز پیش یه مصاحبه ای کرد که گفت برناردو سیلوا خیلی راجع بارسا هم من میپرسه و راجع مالیات و اینا سوال میپرسه و راجب شماره ده هم ازش پرسیدن گفت که برناردو سیلوا خیلی علاقه داره به این شماره و جای دکو بودم برناردو رو امضا میکردم و میگم این گنگ, گنگ پرتغالی داره تو تیم ما شکل میگیره اون خورخه که اصلا اسمن تو مدیریت ما نیست ولی تو خیلی از تصمیمات باشگاه ما دخالت داره و نمیدونم حالا پولش باشه فضای حقوقیش باشه اصلا میارزه پنجاه میلیون بخوای خرج یه تقریبا سی ساله بکنی وقتی میتونی اصلا چه میدونم 80 میلیون 90 میلیون 40 میلیون بذاری روش بری وینگر جوون بخری ولی خب چه که جاوی خیلی روش اصرار میکنه و جزو شروطیه که باعث میشه جاوی موندگار بشه همین مسئله بخاری... بعدی همینه موندگاری جاوی آه، اون آه. چه خبر آره بخوایم حالا وصلش کنیم به اون اینه که خیلی بستگی داره به حالا نتایجی که تیم اولا تو بازی رفت و برگشت رو پاریس میگیره و بازی الکلاسیکو که بعد این دوتا بازیه اولویت لاپورتا موندن جاوی حالا پروژهش همچنان بلند مدته و من چیزی که فکر میکنم اینه که نظر جاوی تغییر کرده یعنی آلردی تغییر کرده به نظرم ولی خب اینو تا آخر فصل اعلام نمیکنن یعنی حداقل حتی تا زمانی که ما تو دو تا جام شانس داشته باشیم اعلام نمیکنن به خاطر اینکه اون فشار دوباره بر نگرده رو تیم و من میگم جاوی های قراره بمونه امیدوارم که حداقل به شروطش عمل بشه یعنی شرطایی که میذاره حداقل باسش خرج بشه ای قراره بمونه و مثلا اون دو تا بازیکنی که سه فصل میخواد و بالاخره براش بگیرن و شاید این عاملی باشه که با حالا باشگاه رو تحریک کنه که مثلا ما دفاعی که هنوز نداریم بالاخره برن سراغ زوبی مندی که جاوی خیلی روش اصرار داره هم برناردو سیلوا که خیلی روش اصرار داره ژاو کانسلو و جدی شده خیلی جدی شده موندن جاوی و بستگی داره میگم به عملکرد تیم توی چمپیونز دیگه خبر دیگه ای داریم از بارسا یا اینکه نه راجع بارسا فقط اینکه که خب مارکوس آلونسو آخر فصل قطعی شده جداییش میره اتلتیکو مادرید احتمال زیاد روبرتو خیلی بستگی داره حالا که سرنوشت جاوی چی میشه میمونه میره مربی بعدی که و اینکه خب بارسا در کنار زوبی مندی خیلی به آماده اونانا علاقه داره فکت دفاعی اورتون که واسه 60 میلیون میخواد اورتون که خب تقریبا همون اندازه مبلغیه که بنده فسخ زوبی مندیه و اولویت جاوی خب زوبی و احتمالا اگه قرار باشه همچین پولی خرج بشه برای زوبیمندی مندی خرج بشه ولی خب یه خبرایی هست که میگن بارسا میخواد یه پیشنهاد 40 میلیونی بده که بعید اورتون اورتون ببخشید قبول کنه و خبر دیگه ای هم نیست نیستش دمت گرم ممنونم بچه برام کامنت کن نظرتون رو خیلی هم مسئله که صحبت کردیم جدا جدا خستم نباشین دمت هم گرم عطا ممنون